سرخط خبرها. کشته و زخمی شدن 29 تن در اثر حمله بر یک کمپ امنیتی در شهر کابل. آمادگی ها برای برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولوسی جرگه در ولایت غزنی. و احتمال دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در آرژانتین. با تقدیم سلام و وقتتان بخیر، به بسته خبر این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز پنجشنبه 8 قوس سال 1397 خوشی است که برابر می شود با 29 نوامبر سال 2018 میلادی. مشروع خبرها. در اثر حمله شب گذشته مهاجمان مسلح بالا یک شرکت خارجی در شهر کابل 10 تن کشته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. مهاجمان نخست یک موتربم را در مقابل در ورودی کمپ امنیتی جیفورس در مربوطات حوزه 9 امنیتی انفجار دادند و سپس 4 مهاجم مسلح وارد این کمپ شدند و تا ساعت 4 صبح امروز با نیروهای امنیتی بعد درگیری پرداختند. بر اساس آمارهای ارائه شده در این رویداد 10 تن به شمول 4 تبعه خارجی کشته و 29 تن دیگر زخمی شده که 11 تن آنها نیپالی و 5 تن دیگرشان بریتانیایی می باشند. حمله مهاجمان مسلح بالای کمپ امنیتی G4S در مربوطات حوزه 9 امنیتی شهر کابل. حوالی ساعت 6:30 شام روز گذشته بود که مهاجمان نخست یک موتر مملو از مواد انفجاری را در مقابل در ورودی کمپ امنیتی G4S انفجار دادند و سپس 4 مهاجم مسلح وارد این کمپ شده و تا ساعت 4 صبح امروز با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. این انفجار به حد قوی بود که در نتیجه آن 10 فابریکه صنعتی نیز تخریب شده است. از اثر این حمله 4 تبعه خارجی و 6 شهروند افغان کشته شده و 29 تن دیگر به شمول اتباعی نیپال و بریتانیا زخمی شدند. یک دفعه انفجار شد و تمام این منطقه روشن شد و بعد شیشه ها همه ریخت داخل اتاق. ما تقریبا 5 نفر ما زخمی شد. انفجار شد، ما چیزی را ندیدیم. انفجار شد، 100 متر از ما فاصله داره. انفجار شد، خیلی همین اتاق و دیوالی که بود، دیوال هم 30 سانتی فاصله گرفت، دیگه اتاق هم چپه نشد، شیشا کلن آمد در طرف ما، زد سر ما، چند تا ما زخمی شده. کمپ امنیتی G4S قراردادی امنیتی بریتانیوی در منطقه پارک های صنعتی مربوطات حوزه 9 امنیتی موقعیت دارد که در اطراف آن شمار زیادی از فابریکه های تولیدی و شرکت های خصوصی نیز فعالیت می کنند. یک تا شرکت ما واقع از امی انتحاری حداقل 3 فابریکه و طرفتر است که به حدود 10 الی 15 هزار دلار متضرر شدیم و متاسفانه بقیه فابریکه دارایی که است هم جوار از این سایه انتحاری که است، اینا هر فابریکه تلفات جانی و مالی داشته که به شمول امیجا ما شما شاهد از این هستیم، میبینیم که یکی از فابریکه دارا امیجا 7 نفر از کارمنداش زخمی شده متضرر شده. پاسی که از دولت دارین نیروهای خارجی، پایگاه خارجی از جای مسکونی شرکت ها یا محل مسکونی اینو جمع بکنه. صنعتکاران این محل میگویند که پیش از این مکررن از حکومت خواسته بودند که کمپانی های امنیتی را از اینجا به محل دیگری انتقال دهد تا از همچو زیان ها مسئول باشند، ولی حکومت به این خواست هایشان توجه نکرده است. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. K
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی 60-70% آمادگی ها گرفته شده است. مانه سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برنامه های این کمیسیون در بخش های اصلاحات، تشکیلات، فهرست رای دهندگان، مسائل تکنیکی و امنیتی و حمایت مالی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی آغاز شده است. او افزود که هماکنون یک کمیته در حال بررسی موارد تکنیکی انتخابات است تا مشکلاتی که در انتخابات ولسی جرگه در انتخابات رخ داده بود در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نشود. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان میگوید آن عده رای دهندگانی که از ثبت نام قبلی بازمانده بودند و یا هم کسانی که تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به سن قانونی میرسند میتواند از ماه جدی الی چهارم دلو سال جاری نامشان را به حیث رای دهنده ثبت کنند. شماره از عالمان دینی تلاش‌های اخیر در زمینه آغاز گفتگوهای سال را برای تامین ثبات دائمی در کشور امیدوار کننده می‌دانند. آنان اما می‌گویند که این تلاش‌ها تا اکنون به گونه‌ای مبهم و پیشرفته و با یک جزئیات گفتگوهای سال با مردم کشور شریک ساخته شود. از سوی هم عالمان دینی از مسئولان نهادهای امنیتی می‌خواهند که برای تامین امنیت علما تلاش‌های بیشتر را بخر دهند. مراسم تجلیل و گرامی داشت از میلاد النبی با حضور صدها تن از باشندگان کابل امروز در تالار لوی جرگه برگزار شد. رئیس جمهور غنی با ارسال پیام در این نشست بر حفظ وحدت و همدلی میان اقوام ساکن در کشور تاکید می‌ورزد. در افغانستان دخمنان توائم در افغانستان علما او عام ولس و همیشه متحد وی او تاسی به در شما ارزو گور تیوسی چه در افغانستان خلق سره پی یو نوم او بل نوم اویشه. شمار دیگر از اشتراک کنندگان این مراسم نیز میگویند اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای امنیتی برای تأمین امنیت عالمان دینی کشور بسنده نمی باشد. آنان از مسئولان نهادهای امنیتی میخواهند که برای تأمین امنیت علمای دینی تلاشهای بیشتر بخرج دهند. دشمن این را بدانه که به شهید کردن ما، به ترور کردن ما شکست نمی خوریم. شماره از عالمان دینی تلاش های اخیر در زمینه آغاز گفتگوهای صلح را برای تأمین ثبات دائمی در کشور امیدوار کننده می دانند. آنان اما می گویند که این تلاش ها تا کنون به گونه مبهم به پیش رفته و باید جزئیات گفتگوهای صلح با مردم کشور شریک ساخته شود. عالمان دینی می گویند که تأمین صلح و ثبات نیاز جدی برای تمامی باشندگان کشور است و تلاش شود تا از هر راه ممکن باید صلح در کشور برقرار گردد. هر سوک سی مکت واقعی صلح راولی دیگو مهمه کهو. خو کوششای صلح را که خلیلزاد آغاز کردن تا به حالی کوششایشان مبهم است. با وضاحتای زیاد ضرورت داره که با علمای مملکت و سیاسیون و قوم کلانا و خارای مملکت توضیحات بده که چه رقم صلح را میخواد. این در حال است که در نواخر تلاش ها برای تأمین صلح در کشور بیشتر شده و مردم امیدوارند که این تلاش ها به نتیجه برسد و جنگ ها در کشور پایان یابد. 30 تن از افراد داعش و طالبان در ولایت ننگرهار به پروسه صلح پیوستند. آنان میگویند که چندین سال در صف گروه‌های داعش و طالبان جنگیدند و پس از پی بردن به حقانیت دولت به پروسه صلح میپیوندند. با گفته آنان جنگ در افغانستان جنگ عقیدتی نبوده، بلکه از طرف‌های استخبارات کشورهای منطقه در افغانستان راه اندازی شده است. آنان از دیگر مخالفان مسلح دولت نیز خواستند که با پروسه صلح پیوسته و به کشورشان خدمت کنند. 16 تن از نیروهای گروه داعش و 14 تن از افراد طالبان با سلاح‌های دست‌داشته‌شان به پروسه صلح پیوستند. خوشبختانه چندان بیا هم دیر مخالف چندوی پا مخالفت کلاس تر لو ده لمخالفت سخه درکه بیا و ده عدیش جوان
زمینه ورته برابرېږي. په دې کسانو کې شپاړس دایشیان دي چې دوی پخوا د داعش په لوب کې فعالیت کوو. کله چې وروستي عملیات پیل کېږي او په دوی باندې حلقې تنګیږي او د جګړې توانمندي له لاسه ورکوي، دوی د ملي امنیت منصوبینو ته له خپلو وسلو سره تسلیمیږي او د تل لپاره نور له جګړې لاس اخلي. همدارز په دې کسانو کې څوارلس نور وسلوال طالبان دي چې دوی د ملي امنیت منصوبینو د هلو ځلو په نتیجه کې د سولې بهیر سره یو ځای شوي دي. آنان میگویند که از چند سال بعد این سو در صف گروه داعش و طالبان فعالیت داشتند و در مقابل حکومت افغانستان می جنگیدند، اما اکنون فهمیدند که جنگ در افغانستان جنگ استخباراتی کشورهای منطقه می باشد. افرادی که با پروسه صلح پیوستند از دیگر مخالفان مسلح دولت نیز می‌خواهند که با پروسه صلح بپیوندند و به کشورشان خدمت کنند. با گفته آنان جنگ و جز تباهی و ویرانی کشور چیز دیگر را در پی ندارد و هیچ درد را دوا نمی‌کند. اینجا کلمه که در سر یوزه شوم زد. فعالیتونم چکم لبر فعالیتون ادامه کړی. او خوراتب کې څه په حساب ښکارانه شو چې کومه پروګرام کې موږ سره شو هغه پروګرام نه و. خبره داسې وه چې بس بیا موږ د خپل حکومت سره یو ځای شو او بس سولې پروسه سره موږ یوځای دولت سره به پوستو هم جنګونه کړه او خلک وړله لارولم هر شی هم په چې بس دوی راته وویل هغه مقولې موږ کړې او بس کله موږ هغه ته ورسېدو بس چې دا پردی جنګ دی او بس راغلو بس د سولې پروسې سره یو ځای شو. بس او ما زه کامران کوچی سره وم او ما د دولت پر ضد کړنې ترسره کولې او راغلم دولت ته تسلیم شوم او سلام یې په ځمکه کې. این در حالی است که چند روز پیش نیز شماره از مخالفان مسلح دولت در ولایت ننګرهار از جنگ دست برداشت و به پروسه صلح پیوستند. پلیس مبارزه با جرایم جنایی ولایت تخار از عروسی یک دختر 11 ساله با یک مرد 25 ساله جلوگیری کرد. مسئولان پلیس تخار میگویند اطلاع قبلی که از طرف همسایه های این دختر داشتند پیش از بستن نکاح از ازدواج او با مرد 25 ساله جلوگیری کردند. خانواده این کودک میگوید که فقر و دستی بای شده است دختر خردسالشان را به نکاح مرد 25 ساله در بیاورند. پلیس ولایت تخار میگوید از عروسی دختر 11 ساله‌ای که قرار بود از سوی خانواده‌اش در بدل 250 هزار افغانی به عقد نکاح یک مرد 25 ساله آورده شود جلوگیری کرده است. خانواده منیژه میگوید از اینکه به مدت طولانی با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کردند ناچار شدند دختر 11 ساله‌شان را به نکاح بدهند. غریب و فقیر بودیم، پدرش مرد، مردکه من پدرش مرد، باز هیچ چیز مدریجه نداشتیم. نداشتیم قرض بود، هر جای قرض برداشت، او را گورو کرد، فین کرد، خیر خدایی شکرد، تا یک سال امرو مصرف شکرد. باز دیگه قرضدار شد، قرضدار که شد، قرضدار را پشت دروازه آمد که قرضی مرا بتیم. هر چی میتونی بتیم، پیدا بود. ناچار شد باز گفت که ما چی تکنم خدایی. منیژه 11 ساله میگوید از مراسم عروسیش آگاهی نداشته و زمانی که پلیس برای بازداشت خانواده اش آمدند اطلاع یافته که قرار است عروسی شود. فردا امروز چیزای مرا نبود، فردا عروسی میاد. خب عروسی تا پدر مادر اینا به رضایت خودت و کلگی بودن؟ نه. موقت بود. بله. صفی الله که قصد عروسی با منیژه 11 ساله را داشت میگوید سرباز ارتش در ولایت پکتیا است. او میگوید از سن دختر آگاهی نداشته و خانواده دختر با تماس های مکرر تقاضا کردند تا بیاید و دخترشان را نکاح کند. او را گفتم یک دو سال دیگه تعمیل که گفتم پدرش گفت که نیه والا ما بچه ما خورده است و ما دما مقصد ما خودم نگاه میکنیم اما تو گفتم تو خیلی برو لا پیش امنا جرامات بکن. مسئولان مدیریت مبارزه با جرایم جنایی تخار میگویند در پیوند به این نکاح غیرقانونی پدر و مادر منیژه داماد و پدر وکیل او را بازداشت نمودند. این در حالی است که عالمان دینی در ولایت تخار عقد چنین نکاح را خلاف دین اسلام میدانند.
مطبعه دولتی هرات از ادارات دولتی این ولایت به خاطر نیاوردن سفارشات چاپیشان به این مطبع انتقاد میکنند. مسئولان این مطبع میگویند که برخی از ادارات دولتی هرات سفارشاتشان را به مطابع خصوصی و یا هم به کشورهای همسایه جهت چاپ روان میکنند. در همین حال برخی از ادارات دولتی هرات میگویند به دلیل کیفیت پایین وسایل چاپی مطبع دولتی حاضر نیستند سفارشاتشان را به این مطبع بدهند. از سوی هم سخنگوی والی هرات میگوید که از تمامی اداره ها خواسته شده تا سفارشات چاپی خود را به مطبع دولتی هرات بسپارند. بر اساس مصوبه شماره 7 شورای وزیران باید تمام اداره های دولتی کشور سفارشات چاپی خود را به مطابع دولتی بدهند. با این حال مسئولان مطبع هرات میگویند که برخی از اداره های دولتی سفارشات چاپی خود را به آنان نمیدهند و به مطبع های خصوصی و یا هم به کشورهای همسایه جهت چاپ روان میکنند. سفارش های خودخور خلاف اصول به مطابع خصوصی میبرند و با کمال تاسف یک تعداد از این مطابع خصوصی حتی در هرات امور به چاپ نمیرسانند و میبرند به کشور همسایه و در شهرهای نزدیک به هرات به چاپ میرسانند و منتقل میکنند به در واقع به هرات که این در جهت کسر عایدات مطبعه هم یک ضرر بزرگ هست، همچنین از حفظ محرمیت اسناد اداره هم جلوگیری میشه با این اقدام. در همین حال برخی از ادارات دولتی هرات میگویند به دلیل کیفیت پایین وسایل چاپی مطبع دولتی حاضر نیستند سفارشاتشان را به این اداره بدهند. اما مسئولان مطبع دولتی هرات تأکید دارند که آنان توانایی چاپ هر نوع سفارش اداره های حکومتی را دارند. شاید سخت باشه رقابت ما با بخش خصوصی، اما امکان پذیر هست در طوری که ما نشان هم دادیم. هر از گاهی که سفارشات چاپی رنگ بود ما این کار در مطبعه پذیرفتیم، چاپ کردیم و با کیفیت تحویل دادیم و خوشبختانه هر دو طرف راضی بودیم از این کار. در همین حال سخنگوی والی هرات میگوید که شکایتی از اداره های محلی این ولایت به دلیل کیفیت پایین چاپ سفارشاتشان به این اداره رسیده است. او میگوید که با وجود این شکایات اما از تمامی اداره ها خواسته شده تا سفارشات چاپیشان را به مطبع دولتی هرات بسپارند. با توجه به ظرفیت، امکانات و دستگاه‌های کاملا پیشرفته‌ای که اینا در اختیار دارن در قسمت ارتقای تولیدات خود توجه جدی نمایند، طبیعتاً تمام ادارات ملزم و مکلف هستند مطابق مصوبه شورای وزیران عمل کنند و در این راستا ما همکار مطبع خواهیم. در حال حاضر در ولایت هرات بیش از 50 مطبعه خصوصی فعالیت دارند و عدم همکاری اداره های دولتی هرات با مطبعه دولتی این ولایت سبب نگرانی مسئولان این اداره گردیده است. در ادامه رویدادهای داخلی رویدادهای خارجی را هم دنبال خواهیم کرد، اما پیش از آن گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 60 پول، یک یورو 86 افغانی، یک درهم امارات 20 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 30 پول، 1000 روپای هندی 1040 افغانی و 1000 روپای پاکستانی 551 افغانی.
در خارج از کشور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آشه نشست گروه 20 در آرژانتین با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد. دیمیتری پسیکوف سخنگوی آقای پوتین میگوید در ابتدا ملاقات کوتاه بین رؤسای جمهور دو کشور صورت خواهد گرفت و سپس ممکن است که گفتگوهای بیشتر نیز انجام شود. کاخ سفید آمریکا اما هنوز درباره این اظهار نظر سخنگوی آقای پوتین چیزی نگفته است. آقای ترامپ بیشتر گفته بود ممکن است به دلیل آنچه اقدام خصمانه روسیه در برابر اوکراین خوانده شده از دیدار با آقای ترامپ خودداری کند. آقای پیسیکوف گفته است که رؤسای جمهور دو کشور در این دیدار درباره مسائل امنیتی، روابط دو جانبه، خلأ سلاح و بحران‌های منطقه‌ای مذاکره خواهند کرد. به دنبال تنش پیش آمده بین روسیه و اوکراین، آقای ترامپ به روزنامه واشنگتن پست گفته بود ممکن است دیدارش با آقای پوتین را لغو کند. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا تصمیم سنای این کشور برای مذاکره پیرامون محدود کردن حمایت از عملیات ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن را مورد انتقاد قرار داده و مقامات ایران را به بی‌اعتنایی نسبت به مصائب مردم یمن و مشکلات مردم ایران متهم کرده است. روز گذشته نمایندگان سنای آمریکا با طرح گنجانیدن موضوع نقش ایالات متحده در جنگ یمن در دستور کار مذاکرات مجلس رای دادند و به این ترتیب امکان صدور یک قطعنامه 2 اضبی شامل درخواست از دولت برای محدودیت حمایت از ائتلاف بر رهبری عربستان را هموار کردند. پیش از رایگیری آقای پامپئو و جیمز ماتیس وزیر دفاع برای قانع کردن سناتورها با مخالفت با این طرح به کنگره آمریکا رفته بودند. سلما زورا بشبولی برنده انتخابات ریاست جمهوری گرجستان شده است. یک سروی از مرکز انتخاباتی نشان می‌دهد که سلما زورا بشبولی نامزد حزب بر سر اقتدار در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان برنده شده است. بر اساس این سروی سلما زورا بشبولی که در فرانسه متولد شده در انتخابات 28 نوامبر با کسب 85% آرا برنده شده است. بر اساس این سروی نامزد حزب جنبش متحد ملی که توسط میخائیل رئیس جمهور سابق ایجاد شده بود 42% آرا را بعد از ساورده است. در حالی که روسیه هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور تلاش می‌کند تا اتکای مسکو را برای دلار آمریکایی کاهش دهد. درست یک روز بعد از آن که روسیه یک نشان تلاش دوری از دلار حدود 1 میلیارد یورو را جمع آوری کرده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در کنفرانس اقتصادی در مسکو گفته است که ما نمیخواهیم از دلار دوری جوییم، اما این دلار است که از ما دوری میگیرد. با گفته رئیس جمهور روسیه، تحریم های آمریکا تبادلات دلار روسیه را محدود میسازد. ولادیمیر پوتین همچنان گفته است بی‌ثباتی در پرداخت دلار باعث شده است که تا کشورهای زیاد ذخایر مبادله اسعار را یافته و یک سیستم پرداخت مستقل از دلار را ایجاد کنند. بینده های ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی این بسته خبری. سپاسگزار از این که در این بسته خبری با نگاه بودید. بقیه شبتان خوب باشید.